پادشاه ایران، کسی که خودش رو اعلی حضرت در برابر حضرت محمد، حضرت علی خواند، کسی که به جای محمد رضا خودش رو آریامهر نامید و همه جا برای سربلندی ایران کوشا بود، تا به امروز در سرزمین خودش، در میان مردم خودش، با همه شوق و عشق و ذوقی که به دو پهلوی دارند، رضا شاه و محمد رضا شاه، ستم دیده باقی مانده است، ناشناخته باقی مانده است. دلیل اصلیش هم این است که رسانه ها چه از دوران خود این بزرگ مرد چه تا به امروز همه نوکران بیگانه بودند یا از استعمار سرخ و سیاه بودند یا استعمار رنگارنگ، یعنی مارکسیست کمونیست و ایستیستای دیگر بگیرید تا سادات تازی و شیوخ عرب و غیره و جهان غرب رنگارنگی که درش هستند انسانهایی به فکر ایران، اما اکثریت بر نابودی ایران تلاش کردن از هزاران سال پیش تا به امروز. سخنان محمد رضا شاه به ویژه در 10 سال اخیر پادشاهیش، حتی زمان خودش در ایران سانسور میشد توسط جوجه کمونیست های نوکری بیگانه ای که در خانه و کاشانه و آشیانه و کاخ او نفوذ کرده بودند و رادیو و تلویزیون رو و رسانه ها رو در دست خودشون گرفته بودند، این مزدورها که تا به امروز هم کسی اینها رو افشا اونطور که باید نکرده. شما ببینید چند سال پیش از سقوط محمد رضا شاه است، ده ها سخن داره، ولی اینش از همه زیباتر، جالبتر، قشنگتر است که شما باید هر روز گوش کنید تا ببینید که محمد رضا شاه آریامهر تا چه اندازه ایران دوست و بیگانه ستیز بود و در راستای صراحت لهجه، عیانگویی، نسبت به غربی ها ملاحظه نمی کرد، برخلاف همه تبلیغات منفی که سادات تازی، کمونیست ها، مارکسیست ها و غربگراهای گلوبالیسم علیه ایشون کردن. در این مصاحبه که می بینید 1 دقیقه بیشتر نیست، مجری از پادشاه می پرسه آنچه شما میخواهید اینه که ما برای کالاهامون پول بیشتری میخواهیم و همانطور شما پول بیشتری برای نفتتون میخواهید؟ پادشاه پاسخ میده بله دقیقاً، و من نمیدانم چرا شما غربی ها فکر میکنید که از ما برتر هستید. مجری میگه آیا شما فکر میکنید که ما، یعنی غربی ها، داریم از این نوع نگرش شرقی ها در حال ضربه خوردن هستیم؟ پادشاه با شجاعت و صراحت میگه بله درست است، من فکر میکنم شما تا حالا این طور بودید که خود را برتر از دیگران پنداشتید، ولی احتمالا عوض خواهید شد. مجری میگه برای چی فکر میکنید که ما غربی ها عوض خواهیم شد، تغییر خواهیم کرد؟ پادشاه میگه برای اینکه چشمهایتان باز میشه، شما ذاتاً انسانهای بی انصافی هستید. ببینید محمد رضا شاه داره میگه، میگه شما غربی ها انسانهای بی انصافی هستید. شما در جهان مدت هاست که غیر عادلانه زندگی کرده و میکنید و به این بی انصافی عادت کردید، اما شما به واقعیت های جدید جهان عادت خواهید کرد. ما، شاه داره میگه، ما دیگر اجازه زورگویی نخواهیم داد، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر جنگ به ما تحمیل بشود کم نخواهیم آورد. ما دیدیم وقتی که به شاه انتقاد میکردن که این همه اسلحه چیه میخری، دیدیم که تا شاه رو ساقط کردن به ایران حمله کردن که ایران رو نابود کردن، پیش از اون ارتش رو نابود کردن با اعدام عمرای ارتش، خلبانهای عزیز
توسط خلخالی و خمینی ابله و این نظام تازی ایران ستیز و بعدم که دیدیم دلاوری ها و سلحشوری های مردم سلحشو قهرمان ایران آموزش یافته دوران شاه 8 سال جنگیدن و ایران را از شر سادات تازی و شیوخ تازی و بعثی ها و سعودی ها و عرب منطقه که الان در ایران در همه جا در بالاترین ارگان قدرت حکومت دارن اونا اون موقع با در نزدیکی های تهران خبرنگار MBC از آیت الله خمینی میپرسد بعد از 14 سال تبعید چه احساسی از بازگشت به ایران دارد؟ kind as to tell us how you feel about being back in Iran. Doesn't make any comment. Is he happy or is he excited? Doesn't make any comment.